سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. صبح یکی از روزهای اوایل خرداد ماه، جنازه مردی حدوداً 50 ساله در یکی از جاده‌های اطراف تهران کشف شد. دست و پای مقتول با طناب محکم بسته شده و یه لنگ جوراب در دهان اون چپانده شده بود. اینطور به نظر می رسید که قربانی هنگام مرگ کاملاً بی‌دفاع بوده، چون هیچ نوع نشونه‌ای مبنی بر درگیری روی بدن اون وجود نداشت. جسد بلافاصله به پزشکی قانونی منتقل شد و از اونجا که هیچ مدرک شناسایی همراه اون نبود، پرونده برای کشف هویت مقتول و علت مرگ به دایره جنایی اداره آگاهی منتقل شد. 4 روز بعد در همون حوالی، راننده ها متوجه مردی جوان شدن که با دست و پاهای بسته کنار جاده افتاده بود. مرد که صبحان نام داشت، جز لباس زیر، هیچ چیز دیگه‌ای تنش نبود و به نظر می رسید حال جسمیش خوب نیست. مردم با مشاهده این صحنه بلافاصله به کمک صبحان رفتن و دهن اونو که با چسب محکم بسته شده بود باز کردن و ماجرا رو به کلانتری اطلاع دادن. در نگاه اول این طور به نظر می رسید که صبحان مورد زورگیری قرار گرفته باشه. وقتی صبحان به کلانتری رفت، در حالی که به شدت پریشون و ناراحت به نظر می رسید، گفت: 4 روز پیش با شریکم از شمال بر می گشتیم که ما رو به زور گرفتن. دوستم ناراحتی قلبی داشت ولی از اون روز ازش خبر ندارم. فکر می کنم اتفاق بدی براش افتاده. ماموران کلانتری بلا فاصله موضوع رو به دایره جنایی خبر دادن، چون احتمال وقوع یک قتل می رفت. وقتی کاراگاه مقابل صبحان نشست، متوجه شد روی دستش آثار زخم وجود داره. اون از صبحان راجع به حادثه‌ای که پیش اومده بود سوال کرد و اون گفت: 4 روز پیش همراه شریکم از شمال بر می گشتیم. ولی چون دیر وقت بود و دوستم ناراحتی قلبی داشت، ماشین رو در یکی از شهرهای شمالی گذاشتیم و با ماشینای خطی عازم تهران شدیم. ساعت حدود 4 صبح بود که به تهران رسیدیم. تو میدون آزادی وقتی خواستیم پیاده بشیم، 3 نفر ما رو گرفتن و گفتن باید همراه ما به پاسگاه بیاین. ما نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده. همراه اونا کمی جلو رفتیم. دیدم یه پاترول قدیمی آژیردار اونجا توقف کرده. ما بدون اینکه شک کنیم سوار شدیم. به محض اینکه سوار ماشین شدیم، چشم و دهن ما رو بستن. حدود 45 دقیقه به همین حال بودیم. وقتی ماشین ایستاد، حال شریکم بدتر شده بود. ما رو بردن داخل یه باغ. چشامون رو باز کردن. شریکم به خاطر بیماری قلبی حالش بدتر شده بود، ولی اونا اهمیت نمی دادن. گروگانگیرا به ما گفتن: شما را از شمال تعقیب کردیم، می دونیم که کارخونه دار هستین. قبض پارکینگو خواستن تا ماشین شریکمو که گرون قیمتم بود بردارن. بعد گفتن: 5 میلیارد پول جور کنیم و به پسر مصطفی هم زنگ بزنیم باش قرار بذاریم. بهشون گفتم: چنین پولی در حال حاضر ندارم. ولی گوششون بدهکار نبود. حال مصطفی هی بدتر می شد، تا جایی که از هوش رفت. بعدش دیگه نفهمیدم چی شد. 2-3 روز بعد منم آوردن بستن پای درخت و فرار کردن. کاراگاه از صبحان خواست آدرس دوستش مصطفی رو بنویسه. کاراگاهان بعد از گرفتن آدرس به سراغ خانواده مصطفی رفتن. اونها متوجه شدن مصطفی همون مقتولیه که چند روز قبل تر جسدش در اتوبان کشف شده بود. کاراگاه از دختر خانواده راجع به شب حادثه پرسید. همون شبی که مصطفی کشته شده و جسدش در جاده رها شده بود. دختر مقتول گفت: اون شب پدرم به ما تلفن زد. گفت همراه دوستش دارن به تهران برمیگردن. ولی انگار توی جاده گم شده بودن. چون پدرم گفت مسیر رو اشتباه رفتیم و دیر میرسم خونه. داشت میگفت که الان فلانجا هستیم که یه دفعه تلفنش قطع شد. بعدم هر چی زنگ زدیم تلفنش خاموش بود. وقتی خبری از پدرم نشد، حس کردیم شاید اتفاق بدی براش افتاده. انگار بابا داشت از عمد آدرس میداد که ما بدونیم کجاست. ولی اون کسایی که همراهش بودن تلفنش رو گرفتن و خاموش کردن. کاراگاه از دختر مقتول پرسید: کسی برای گرفتن پول به شما زنگ نزده؟ پاسخ منفی بود. کاراگاه دوباره پرسید: پدر شما با ماشین خودش از شمال برمیگشت؟ دختر مقتول گفت: نمیدونم. چطور؟ کاراگاه گفت:
چون دوست پدرتون یعنی صبحان گفته با ماشین خطی اومدن. پدرتون بیماری قلبی داشت؟ دختر گفت بله، ولی هیچ وقت نبوده که با ماشین خطی بیاد تهران. هر وقتم خودش پشت فرمون نمیشست، صبحان رانندگی میکرد. این حرف کاراگاه رو به فکر فرو برد. اون احساس میکرد ماجرا چیزی بیشتر از یک گروگانگیری بوده. مخصوصا اینکه گروگانگیرا پولی درخواست نکرده بودن و وضع ظاهری صبحان هم به کسی که 4 روز گروگان بوده شباهتی نداشت. کاراگاه تصمیم گرفت به سراغ خانواده صبحان بره، چون براش سوال پیش اومده بود که چرا در این 4 روز اونا گم شدن صبحان رو به پلیس اطلاع نداده بودن. قبل از ادامه بررسی این ماجرای عجیب، اگر تو اینجا با ما همراه بودید، حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون، اگر تو به حال در کانال سابسکرایب نکردید، همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا برگردیم به بررسی ادامه این ماجرای عجیب. همسر صبحان برای پاسخ به سوالات مورد بازجویی قرار گرفت. راحله راجع به شبی که صبحان گم شده بود گفت من خونه خواهرم بودم. صبحان خدا بیامرز مصطفی رفته بودن شمال چون قرار بود یه نفر به اسم مهراب رو ببینن. مهراب شریک مصطفی بود و قرار بود یه سری مواد اولیه برای کارگاه صبحان به قیمت مناسب بخره. ولی مهراب و مصطفی پول شوهرم رو بالا کشیده بودن. قصد داشتن خودش رو هم بکشن. صبحان یه بار اومد خونه و گفت که مهراب تو حمام قصد کرده با تیغ رگش رو بزنه، ولی صبحان فهمیده بود. اون شبی هم که برمیگشتن، صبحان گفت مصطفی بهش آب میوه داده و سرش گیج میرفته. صبحان میگفت اینا میخوان منو بکشن که پولمو بخورن. کاراگاه تصمیم گرفت شگرد تازه‌ای رو به کار بگیره. برای همین پرسید اون شب شوهرت رانندگی میکرد یا مصطفی؟ زن مکس کرد و بعد گفت مصطفی، چون که صبحان سرش گیج میرفت به خاطر آب میوه مسمومی که مصطفی بهش داده بود. با گفته های زن به نظر می رسید که صبحان و مصطفی دچار اختلافات مالی بودن. اختلافاتی که شاید منجر به قتل مصطفی و طراحی قصه گروگانگیری شده باشه. اما اون باید این رو اثبات می کرد. بعد از شنیدن اظهارات راحله، کاراگاه دوباره صبحان رو بازجویی کرد. این بار اون مجبور شد اعتراف کنه که ماجرای گروگانگیری ساخته و پرداخته ذهن خودش بوده. برای همین گفت اون شب همونطور که زنم گفت فهمیدم مصطفی قصد داره منو بکشه. وقتی رسیدیم تهران بهش تعارف کردم بریم خونه باجناقم، چون زن و بچه‌م اونجا بودن. جریانو به باجناقم گفتم و اونم به من پیشنهاد داد دست و پای مصطفی رو ببندیم و تهدیدش کنیم پولای منو پس بده. مصطفی یه مقدار پولم راهش بود. باجناقم وسوسه شده بود و میگفت پولا رو برداریم و تقسیم کنیم. منم اشتباه کردم و به حرفش گوش دادم. وقتی دست و پاشو بستیم، مصطفی خیلی التماس کرد. ولی با جناقم جورابی فرو کرد توی دهنشو. تا به خودمون اومدیم، کار از کار گذشته بود. مجبور شدیم بندازیمش توی جاده و بعدم اون نقشه گروگانگیری رو کشیدیم. پولا دست با جناقم مونده و باور کنید من قصد نداشتم مصطفی رو بکشم. فقط میخواستیم یکم بترسونیمش که پولای منو پس بده. با اعترافات جدید صبحان، ناصر، باجناق صبحان دستگیر شد. اما اون تمام اظهارات صبحان رو تکذیب کرد و گفت همش دروغ محضه. اون گفت من احتیاجی به پول نداشتم. روی ماشین کار میکنم و رزق و روزی خودم رو در میارم. چند وقت قبل صبحان به من گفت مصطفی به زنم نظر بد داره و چون پولم گیر مصطفی و دوستش مهرابه نمیتونم چیزی بگم. من که مصطفی رو نمیشناختم. فکر کردم لابد صبحان درست میگه. شبی که اومدن خونه ما 1 ساعتی با هم حرف زدیم و بعدم خوابیدیم. نصف شب متوجه شدم مصطفی سر جاش نیست. زن من و خواهر زنم یعنی زن صبحان توی یه اتاق دیگه خوابیده بودن. رفتم ببینم مصطفی کجا رفته. دیدم پشت در دستشوییه. انگار زن صبحان توی دستشویی بود. مصطفی داشت بهش میگفت حیف تو نیست توی همچین آشغال دونی زندگی میکنی؟ از صبحان طلاقتو بگیر، بعد من همه جوره در خدمتت هستم. اینو که گفت مطمئن شدم صبحان راست میگه. با مصطفی دست به یقه شدم.
صبحانم بیدار شد و اومد کمک من و دوتایی دست و پاشو بستیم. اول قصد داشتیم بترسونیمش، ولی چون قلبش خراب بود کار دستمون داد و مرد. بعدم دو سه روز دور خودمون چرخیدیم و آخر سر صبحان گفت بیا منو ببر نزدیکی های جایی که جنازه را انداختیم به درخت ببند. حتی مجبورم کرد با چاقو روی دستش خط بندازم که قضیه طبیعی تر به نظر بیاد. بعدم برگشتم خونه. ماجرا حالا پیچیده تر شده بود. از قضیه اول که ماجرای گروگانگیری بود و بعد قصه طمع به خاطر پول و بعد هم قضیه ناموسی علت قتل عنوان شده بود. در تمام این ماجراها رد پای صبحان مشهود بود. کارگاه کم کم به این نتیجه رسید که تمام این آدم ها بازیچه صبحان بودن. ولی چطور و چرا؟ همچنان که کارگاه مشغول بررسی اظهارات مختلف بود، راحله همسر صبحان برای اثبات نیت پلید مصطفی نوار صوتی ضبط شده ای رو در اختیار کارگاه قرار داد. اون مدعی بود این نوار از مکالمه اون و مصطفی ضبط شده. کارگاه نوار رو به دقت گوش داد. مردی با صدایی آهسته سعی داشت راهله رو اقفال کنه. اما کارگاه هرچی بیشتر به صدای ضبط شده گوش می داد، کمتر ماجرا رو باور می کرد. کسی که در نوار حرف می زد، آهسته صحبت می کرد و نمی شد تشخیص داد که پیره یا جوون. به علاوه از اصطلاحاتی استفاده می کرد که یک مرد به سن و سال مصطفی نمی تونست از اونها استفاده کنه و همین مسئله شک کارگاه رو بیشتر می کرد. اون راجع به زمان ضبط نوار از راحله سوال کرد. راحله گفت اینو وقتی که صبحان کنارم نشسته بود ضبط کردم، چون می خواستم از طریق اون مصطفی رو تهدید کنم که پولای صبحان رو پس بده. مصطفی آبروش رو خیلی دوست داشت و می ترسید خانوادش از فکرای کثیفش راجع به من خبردار بشن. کارگاه قبلاً درباره گذشته مصطفی تحقیقاتی کرده بود. هیچ نشونه‌ای مبنی بر این که اون مردی بی‌بند و بار باشه وجود نداشت. وقتی کارگاه اظهارات متناقض صبحان، ناصر و راحله رو کنار هم گذاشت، کم کم به این نتیجه رسید که اونا با همدیگه نقشه قتل مصطفی رو کشیدن. کارگاه ناصر رو دوباره برای بازجویی فراخوند و به اون گفت صبحان اول قضیه گروگانگیری رو پیش کشید. بعد که دستش رو شد قضیه رو به کلاهبرداری ربط داد و تو رو کشید وسط. آخر سرم معلوم شد به تو هم یه دروغ دیگه گفته و ماجرا رو ناموسی جلوه داده. حالا خودت میدونی. میتونی راستش رو بگی و گناهتو کم کنی یا با طناب صبحان بری تایید شاه. ناصر که از اعترافات صبحان راجع به خودش عصبانی بود گفت بازنش حرف بزنین. هر چی هست زیر سر خودشون دوتاست. باور کنین منم گول حرفای صبحان خوردم. اون نوار رو هم راحله خودش ضبط کرد که نشون بده مصطفی بهش نظر داره. راحله برای بار آخر جلوی کارگاه قرار گرفت. کارگاه تمام جزئیات ماجرا رو از نو برای راحله شرح داد تا اون بدونه هر چیزی بجز واقعیت بگه به ضررش تموم میشه. هشدار کارگاه کارگر افتاد و راحله با ناراحتی اعتراف کرد صبحان به خاطر شراکت با مصطفی ضرر کرده بود. پولش مونده بود دست اونا. اینجا یه ماجرا راسته. ولی وقتی مصطفی پولشو نداد به من گفت به مصطفی روی خوش نشون بدم تا بتونه یواش یواش پولا رو پس بگیره. وقتی از این نقشم نتیجه نگرفت به ناصر گفت مصطفی به من نظر داره تا ناصر رو هم دست خودش کنه. صبحان به ناصر نگفته بود قضیه پوله. صبحان همه ما رو بازی داد تا پولاشو پس بگیره ولی آخر سر هممون رو اینطور بدبخت کرد. بعد از تکمیل تحقیقات پرونده روی میز قضات شعبه 75 قرار گرفت. صبحان به جرم قتل عمد و ناصر به خاطر مشارکت در قتل به قصاص نفس محکوم شدن. ناصر که به خاطر اخفال صبحان با اون هم دست شده بود به رأی صادر اعتراض کرد اما اعتراض اون در دادگاه تجدید نظر رد شد. چند وقت بعد هر دوی اونها به دار مجازات آویخته شدن. حالا یه سوال، به نظر شما راحله زن صبحان باید چه حکمی از دادگاه می گرفت؟ برای بررسی راز سرقت‌های عجیب در فردیس کرج بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما این برنامه رو ببینید.
ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و شاد باشید.